با درود به کلام بار دیگر در برنامه دیگر از پادیاوند فرهنگی پارسی بود. آنچه که امروز جستار ماست بر این هست که تا چه اندازه قدوسیت مکان و زمان در یهودیت حائز اهمیت. همینطور که ما میدونیم در معبد سلیمان، معبد اول و دوم، قدوسیت خاصی آن معبد برخوردار بود به خاطر قربانی هایی که می آوردن و قدوسیتی که در اصل داده شده بود به مکان مقدس و افراد برگزیده‌ای که این افراد بار کهانت را بر دوش داشتن و سعی بر این داشتن که بیان نه فقط قربانی رو به معبد بیارند که به گونه‌ای بود که در عالم باستان و تفرعون و فراعنه یکایی که این افراد فکر می‌کردند که یکایی که جانداران دارای یک اسطوره هستند، دارای قدوسیتی هستند و آنها را می‌پرستیدند و در معبد سلیمان به آنها این گونه نشان داده شد که جاندارانی بس بیش نیستند، بلکه آدمی است که اشرف مخلوقات. همینطور که مشابه خداوند آفریده شده و باید به درجات عالی معرفت الهی و اصلاح اخلاقیات خودش برسه، همینطور که در یهودیت آمده درخ ارت کدمان دلتورا، یعنی اخلاقیات برتر و ارجعیت دارند تا به خود معرفت الهی و تلمود و تورا. فرد اول از همه باید آدم باشد تا اینکه بدونه به درجات الهی برسه، هم نوع خودش رو دوست داشت باشه که بتونه به دیگران خدمت بکنه، نه فقط از روی سلطه طلبی و منافع شخصی. از این رو قربانی ها و آنچه که درباره طهارت در معبد سلیمان و بیت المقدس گفته شده و مسئولیت پذیری کاهنین در آن، وقتی که معبد سلیمان بار اول توسط بخت‌النصر خراب میشه و یهودیان به تبعید میرن و اون در بابل که با کوروش بزرگ بعد از 70 سال با انبیایی مثل خگای ملخی و دانیال هننوی بر این خواهم بود که به عرض موعودی خودشون با اعلامیه حقوق بشر و آزادی نیایش که به اونها داده شد از طریق کوروش بزرگ و داریوش بزرگ، این پادشاهان هخامنشی، افرادی مثل عزرا و نحمیا بر این بودن که بیان و مملکت خودشون و معبد سلیمان رو بنا بسازن. و در روزها و دورانی که بعد از آنکه یونان و روم روی کار آمد و معبد دوم به خرابی انجامید، آن موقع بود که یهودیان مبدع و معوای خودشون و آنچه که داشتن به عنوان معبد سلیمان رو از دست دادن. همون موقع بود که این مبحث کهانت از فردگرایی و کهانت و مسئولیت پذیری کاهنین به کل مردم ربط پیدا کرد. یعنی تا چند اندازه در یهودیت فلسفه زندگانی رو ما از آن خود می‌داریم، نه فقط مکان و بلکه زمان و نه فقط اسطوره سازی از انبیا و فردی. همینطور که در یهودیت ما می‌دونیم هیچ گونه اسطوره‌ای از این افراد از انبیا ما نداریم، بلکه آنچه که هست کتابت هست و قیودی که به این کتاب افراد یهود از نظر اخلاقیات میتونن داشته باشن در خدمت به جامعه بشری.
تو برنامه دیگر من مهداد رحمی از پادیاوند فارسی هود بدرود تا درودی دیگر پاینده ملت ایران و یهود.